سلام و صبح بخیر میگم، روز بخیر میگم. خدا کنه خوب باشین. خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه. من امروزی ویدیو را من البته به بسیار جای منطقی آمدیم که تاریخی است براتان تهیه میکنم، از اینجا که این بحرالنجف میگه، جایی است که حضرت یونس پیغمبر در دهن نهنگ بود یا ماهی بود که همینجا پیادهش میکنه، و حضرت نوح پیغمبر کشتیش همینجا استاپ میکنه که همون پرنده که اول میاره که همینجا خشکست و همینجا پایان شو و همینجا شکر خدا میکنه. این همین سرزمین است که امروز ما آمدیم شما را از نزدیک تصویر بندازم. نگاه کنید، اونمو بحرالنجف است که اینجا تمامش هاو بود. اونا خودتان میبینین که تمامش هاو بود اکیجا، و یک تکه بحر بود اینجا، آب بود، و بلندی از اینجا مرقد پاک مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است که پشت این تپه است. خانه های قدیم است که جه هست، و خانه هایی است که از بسیار سابق جه، بعضی خیمه های قجلی است که کوچی هستن، و اون درخت های خرمایش که هست از دوران وقت هایی که حضرت علی علیه السلام در اینجا بود شما تماشا میکنید، و تمامش درخت های خرماست. چون اگر من نزدیک برم اونقدر دیگه صحیح تصویر معلوم نمیشه، فعلا خودم هم سر تپه هستم. یک تپه بسیار بزرگ است که من اینجا استاد هستم، یعنی پشت سر من از این سنگایی که برای جنگ آماده کرده بودن. این اینجا من تصویر است که خانه های مردم است و سرک است، بازونستونشون تپه دیگه است که اصول غیر معترض اگر کسی اجازه نداره، و غیر خانواده. اینجا مینه خانه‌ای که در جنگا خراب شده، خودتان مشاهده میکنین. چهار دو بغل از اینه میبینین آب است که بحرالنجف نام داره. مظاهرینی که امروز من از طرف هر طرف پایان سرک است که سرک میخوره به کربلای محلا و دیگر جاهای مثل بصره و اربیل و اینجا، و ای خانه های دیگر که این طرف است اینه شما مشاهده میکنین. این تپس کوسته که مردم رو نمیبینین بالا میشه، و او تلای درست کردن کنه، خودتان میبینین. تپه است، اون بالا که شما میبینین مثل یک سقف گراج واره است، او جای تلاشی است که زایرین از تلاشی میته باز این سرک دیگه. حالا میبینین که باز این سرک دیگه اینا مستقیم طرف حرم میرن. یامی پایش که جا برای جنگ جور کرده بودن، جنگ البته الحمدلله خلاص شده، پارکینگ لات جورش کردن. خانه‌ای که اینه خودتان دیدن در چشم خود که جنگ بود خراب شده، و این تپرام همین منطقه را به نام بحرالنجف یاد میشه. بحرالنجف
که بسیار کم ظاهرین هزی را میاد، هم دیگر ظاهرین از دیگر طرف ها میاد، چون تپه هست بسیار بلندی داره. اگر ما از رای تپه برم نمیشم، از امیل هایی که آمدیم پس از پارکینگ میرم. چهار دو بغل از این سنگ های بزرگ است که مانده بودن برای جنگ، هزیز جنگ میکردن. اینجا ماله اینا ساختمان ها. اما پس مستقیم به سرک آمدم، البته وقت گرفت. طرف ها رو میبینین ساختمانی ها جور میشه که همین سرک بحر النجف است، باز پیش شهر رسول نه یا محسنی است که درستش کردن اینجا. شما میبینین اینجا رو که میبینید نه یک پارک است که در سر تپه جور کردن. البته بخیرم که رایش بسته است، این پارک برامو بسته جور کردن که بسته باشه. خب میبینی که بعض مردم یکان مریضی دارم، میفهمم که خبره در رسیم باست باز همون موتورسیکل خود ریز میتن. اینجا بار که درست کردن باش، اگر ببینم اول از اینجا چیز کنم، اونجا برای زایرین چای میته که امروز ما هم چای صبح نخوردیم. ساعت هست اینه که 7 بجه صبح است، بعد از اون دیگه باز گرم میشه که نمیشه که آدم فلم بگیره. طرف رو تلاسته که شما میبینیم ما هم یک چای صبح بگیرم که یک چای بخورم. حاج بابا چای آقا نظام مشکل توسط نظام زنانه مردانه صف درست وانه میستیم. من الان زیاد باز شدم. حاج بابا را به تنگ ساختن، مگر شما در صف استاد نمیشین یا ماشاءالله دیگه کملا میکنم نام خدا. سارای کربلا آوره گشنه و تشنه میان. برو از اون بخانه Thank you.
زیر پولش مدرای اومگا فرض باش بازم میره. نیسان من بود که نم بودی سفرم چه مثلا من افراد güzel ha. Nizam İrani nedir? راست میگه خود دلنگ استاد نمیشن بازو کسی که دلنگ استاد میشه از بیشار آمده چه بوز دلنگ راست بیه ای برده من رو خدا آیه آقا زنانه اول زنانه اول مردانه دوم والا على كل ما يدرك حبيبي ما يدرك كل كلام انت تكلم كلام هذا ما يدرك شوف كل يرجع يقولون في بعض الشيء اقول له زنانه اولا زحمه اي امراه تقف كثيرا زحمه ايه؟ اول ديوان هذا ديوان راجي هما بلاينا ساجي انت تعرف عربي قليل يلا حاجی آقا را بطن ساختن این جهب را دور انداختن بیدریم و سره و خود مقال دارن بله فقط شما سری شمالی ملیون هستم. اونو آجی هسته خودشان بزرگواره در روی زمین من رازم آشپالاره اونو جا کارتن هم مرد مومن پرتو اونو باید که شیطر میدید اونو باید که خوشکی و شیطر بریدید بده من باید که آقا اجازه بریدید ما از این چای هم صرف نظر کردیم که بیشار بیروبار است یعنی میبینین خودتان که مردم از هر جای که من این دوتارا را بیخی با بینی رساندم اگر هوا است، اگر غذا است، اگر نان است میخوره اینه تا آشقالایش را مندازم آشقالدانی در هر سجا است میبینین در این زمین مندازن اینا هیچ نمیفهمن که چرا مملکت اگر یک دانه گلاس پرته میلون گلاس میشده خب ما نمیخوایم که بگویم خدا هدایت میگویدیش آنه که این این تپه پوشترش اینی اینه تو رسته نه اینجا خانه هاسته که چک پوینت هسته اینجا خانه های دیگه است که شما میبینین سرک است، کوچه است کوچه های قدیم است اینجا خوب میبینین که اینجا این لین های برخه میبینین چقدر پایان است اگر خدای ناخواسته کدامی را برق بگیره این هم فابریکه هسته که آجی آقا کار میکنه سلام صبح الخیر حبیبی هلا هلا بولان حالی کیف حالا کیف حالا کفتر خانه داره شار کفترهای مقبول داره این گز داره اونجا گچ هست
السلام عليكم يا عمي. یک کوچه او سی رفته، یک کوچه ای سی رفته که یعنی میبینین کوچه هاییست که تاریخی سی جا کوچه های تنگ تنگ میبینین یک نفر رفته نمیتونه از این کوچه با بایسی که باش که من رفته نمیتونه از این میگه تا کجا هست و میتونه سرک برامده این اینجا کم اینه تو تنگیسته اینه سنم اینه شاپوشی کردن تپس اینجا بلندیسته و پخچیسته اینه میبینیم که تپس خانه هسته مسی سرک است نیخانه کلش شکسته و ریخته شده بازم دیش نفر است. سلام علیکم. علیکم. صبح الخیر. صبح الخیر. کیفه؟ سیاپوشی کردن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني كل الكوچه هاییست که شما میبینین سیما رو سعی کنین دکان بخالی است. نه اینجا نانوایا هست نان پخته میکنه نان گرم و نرم. سلام علیکم. صبح الخیر. این های برق میبینین این نفره که نای ایلین های برق هم میفهمه که از کدام خانه است. آفرین به خدا جایزه داره. خلاص شروع کردن زایرین این خانه رو برشان مفت میتن. من این ها میبینین که چقدر لین برق تیر شده لین های برق برنامه با پایان رسید. تا برنامه بعدی شما را به الله کریم
و مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بیس پارم باش که اینجا کدام گپه بود. خب بر صورت دوستان عزیزان همینجا ختم میشه. قربان لطف و مهربانیتان که برنامه ما را سیل میکنیم. سابسکرایب یادتان نره. خدا حافظ. اینجا چین تلاشیسته اونه که پلیس است باز که